سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور باشه. از دوستان گرامی خواستم که به سوالات یک عده از دوستا جواب بتم، که چندین سوالات را در کامنت ها دوستا از ما پرسیدن. خواستم که اونا را برای که من در کامنت جواب دادم، خواستم که ما به شکل یک ویدیو به این سوالات جواب بتم. دوستو، سوالی که بیشتر پرسیده شده اوی است که آیا در ویزه های جدید برازیل پاسپورت هم کار است؟ و آیا پاسپورت های استیکری هم برش ویزه داده میشه؟ دوستان عزیز، در پاسپورت ها اول خو مهم در ویزه پاسپورت شرط و الزامی هست. اینه که بدون پاسپورت توزیع ویزه و گرفتن ویزه ناممکن هست. پاسپورت یک شرط اساسی هست. یک. دوم، در پاسپورت های استیکری دوستان عزیز، تجربه ای که ما داریم، ما پاسپورت های ما با فامیل ما مکمل تاریخ پاسپورت تیر شده بود و اکسپایر شده بود، ولی ما در سفارت افغانستان در تهران تمدید کردیم و با مو پاسپورت ما ویزه برازیل ده گرفتیم، ویزه هم بر ما دادن و در جریان اینو هم مثلا در تهران و مثلا در دبی که دو جای بسیار سخت چک میشه بررسی میشن اسناد ها، ما با کدام مشکل بر نخوردیم. یک، امیدوار هستم که دوستان این سوالاتش جواب داده شده. یک، در مسئله دوم دوستان، زمانی که ما درخواست ویزه میکنیم، وقت پاسپورت ما اگر تاریخش مانده باشد یا نمانده باشد کارکنر مهم و ضروری نیست، که ما زمانی که ما درخواست کردیم وقت میتونیم دنبال پاسپورت و دنبال تمدید پاسپورت خود باید بگردیم. نقطه دیگر دوستان، سوالی که برای ما از ما شدن این بودن که به وقتی که اعلان میشه ثبت نام چی قسم صورت میگیره؟ از دان دیل در قسمت ثبت نام ما به شما گفته میتونم که پروسه گذشته با پروسه فعلی شاید تفاوت داشته باشد. در پروسه گذشته پروسه کاملا آنلاین بود که از طریق اینترنت میتونستیم که ما و شما آنلاین ثبت نام کنیم. از هر گوشه و کنار میتونستیم ثبت نام کنیم و نیاز حضوری در سفارت را ما نداشتیم. و در پروسه جدید هم ما احساس میکنیم که بهمی سیستم پیش مورم و به طور حضوری امکان پذیر نیست، چون شاید در پیش سفارت تجمع بیشتر شود و به احساس از که ویدیو باید یا درخواست باید از طریق آنلاین صورت بگیرد. من و دوستایی که در تهران داریم تلاش داریم که در زمانی که بخیر پروسه اعلان شود، ما از دوستایی که نمیتونن خودشان ثبت نام بکنن، ما با تمام معنا در خدمتشان هستیم و آماده هستیم که ثبت نام بکنیم. و از همه عزیزان فعلا ما تقاضا داریم که اگر پاسپورت ندارم باید پاسپورت خود را تهیه کنم، از دوتر پاسپورت تهیه کنن اما فرصت هست، و اگر پاسپورت هاشم تاریخ شتر شده حداقل برن پاسپورت های خود را تمدید کنن. دو، و دوستان عزیز، زمانی که شما بخواین از ایران بخیر خارج شوین، ویزه شما مهم است که در اونجا در جریمه برابر نشین، چون در دوره های گذشته بسیار از دوستان ما متاسفانه در ایران به جریمه های بسیار سنگین مواجه شدند. مثلا تا ما دوست داریم که مبلغ 260 میلیون را مثلا از جریمه پاسپورت های خود و فامیل خود اینا پرداخت کردن. این دوستان عزیز شما در نظر داشته باشید. باز هم دوستان منتظر کامنت های شما هستیم، منتظر نظرات شما هستیم. در کامنت با ما بنویسین و ما هم تلاش میکنیم در کامنت با شما جواب بدیم و همچنان در ویدیو با شما شریک بسازیم. الله حافظ، ناصر شما.